ذهن کمک نمیکنه. اینجا میگه که مولانا بزرگ میگه که در اینجا در دین تجربت اندیش از این که اختیار محراق یا محور و محراق برای متکلم بود، به این معنا که وقتی متکلم صاحب رأی است ذاتاً اجازه میدهد که به آرا و نظر و نظریات و نظریات و افکار سایرین مشروعیت قائل شود، بناهن برای ما اجازه میدهد که ما با فراگیری چنین منازلهای افکار، اعتقادات و آرای کسانی که مخالف ما در مسائل اجتماعی، در مسائل فکری و اقتصادی می اندیشن هضم پذیرتر باشد. تشکر از اینکه نهایت با صبرانه صحبتهای مرا شنیدین. تشکر. ما یک سوال به امیر تباس شما کرده که عبدالکریم سروش امیر دقیق ما نفهمیدم که امیر دو پدیده دینسازی و سیاست مداری را است. اجازه باش، اجازه باش امیر، نه نه امیر سوال میکنم جواب میدم. اینطور است که اولین اگرچه در به خاطر که کسانی که دین را تعریف میکنه که دین به عنوان یک سنت اجتماعی نیست، بلکه میگه دین به عنوان یک به اصطلاح چی است، یک به اصطلاح دین به عنوان داینامیک اجتماعی، به این معنی که کسایی که دین به عنوان یک سنت اجتماعی فکر میکنن اونجاست که خلاصه دین نمیتونه که در عرصه سیاست به اصطلاح وارد شود، ولی کسانی که دین به عنوان یک حرکت داینامیک اجتماعی فکر میکنن و اعتقاد دارن میگه که یقینا در اینجا باید دین وارد سیاست شود، به این معنی که طوری که ما شما در انگلیسی داریم separation of church from state، به این معنی که جدایی دین از حکومت، ولی در فارسی طوری ترجمه شده و این آقای سروش اولین به اصطلاح فیلسوفی است که نهایت ماهرانه ای را توضیح میده که انشاءالله آقای فاضلی هم به ما کمک میکنن و این میگه که اصلا امی تعریف درست نیست، امی ترجمه درست نیست، به خاطر که در انگلیسی جدایی دین از حکومت است، وقتی فارسی میشه جدایی دین از سیاست. آقای سروش میگه که این غلط است، بخاطر در حالی که تقریبا تمام علمای به اصطلاح متکلمین ما غیر آقای سروش میگه به این باور است که نمیگه دین نباید از سیاست جدا شود، به خاطر اینکه پیغمبر حاکم چی بوده، حاکم دین بوده، به اصطلاح رهبر دینی بوده، اتوماتیک رهبر به اصطلاح سیاسی جامعه بوده. از اینکه ما پیروی از پیغمبر میکنیم باید هر کسانی که به اصطلاح ادعا میکنن فرضاً میگه باید ما هم حاکم سیاسی باشیم هم حاکم به اصطلاح دینی، ولی آقای سروش میگه نه، جدایی دین از حکومت قابل هضم است، به این معنا که اگر دینداری با فردی با داشتن بینش دینی حق داره که در جریانهای سیاسی فعال باشد، اگر کسی بنابر داشتن بینش دینی از جریانهای سیاسی محروم میشه حق انسانیش به اصطلاح ادا برش داده نمیشه، ولی سروش میگه که جدای دین از حکومت یعنی به این معنا که از نظر دینی ما موظف نیستیم حکومت دین اسلامی بسازیم، ولی اگر جامعه به اصطلاح مسلمان است و نماینده های خود به شورای ملی یا خانه مردم روان میکنه، از اینکه نماینده های مردم با بینش دینی میرن، اگر حکومت را دینی میسازن از نظر آزادی و دموکراسی قابل هضم است. فرضاً اگر در یک جامعه سکولار، فرضاً کانادا، اگر اقلیت میخواد که به اصطلاح اسلام حاکم بسازد، از اینکه جامعه سکولار است ولو که از طریق کودتا موفق شوند و اسلام به اصطلاح خواسته باشند که پیریزی بکنند، این قابل چی نیست؟ قابل عملی نیست، بخاطر جامعه بسیار سکولار است. باید وقتی که جامعه نمیپذیره این با مناسبات یا به اصطلاح با پدیده های دموکراسی قابل هضم است. تشکر. یک دو کلمه توضیحات در رابطه با فضیلت های دینی عاشقی و دینی زاهدی شما صحبت کردید. بله بله. یک دو کلمه دیگه هم توضیح. خواهش میکنم. خیلی رقم است که انشاءالله آقای فاضلی کمک میکنه با من قسمت ها که بسیار قابل احترام است و من معتقد هستم که انشاءالله بنابرای خود چیزهای هم میگن. غزالی اولین به اصطلاح تصوفی به اصطلاح زهدی را در فرهنگ دینی به اصطلاح اولین کسی است که معمار به اصطلاح چیکار تأسیس کرد. تصوف زهدی به این معنا که غزالی به عنوان یک فقیه، به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک متکلم
خدا را به اصطلاح طور معرفی میکرد که در حالی که در متون دینی ما هست، خدا به اصطلاح یک قدرت قاهره داره که هر لحظه به اصطلاح قدرت داره که انسان بگیره، جان انسان بگیره، و انسان باید هر لحظه از خدا در حراس باشه. این به اصطلاح امو ستون فقرات فلسفه غزالی و تصوف زهودی غزالی را به اصطلاح تشکیل میده. با وجودی که مولانا در کتاب آقای سروش نشر کرده که چی به عنوان چی ارباب معرفت، ارباب معرفت یکی از بهترین کتاب‌هایش است که غزالی را به اصطلاح با مولانا چی میکنه مقایسه میکنه، مثنوی به اصطلاح مولانا را با دیوان کبیرش مقایسه میکنه، حافظ به اصطلاح با مولانا مقایسه میکنه. اینجا به اصطلاح آقای سروش میگه که با اینکه غزالی تقریبا در قرن پنجم میآید و مولانا در قرن به اصطلاح هفتم، دو قرن با هم فاصله زمانی دارند، با این که از نظر فکری و از نظر ذهنی مولانا پیروی غزالی است، ولی در اخیر کاملا به اصطلاح فلسفه غزالی را سراپا میکنه. فلسفه به اصطلاح تصوف رومی یا به اصطلاح مولانا بر اساس تصوف عشقی است. مولانا میگه که خدا موجود نیست که ما از او بهراسیم، خدا موجود به عنوان یک معشوق میماند. وقتی که آدم هر قدر به معشوق نزدیک میشه احساس خوشی و لذت میکنه، و به این معنا نباید ما از خدا زاهدانه بسرا بترسیم. طوری که در شعر میگه که ترس مویی نیست اندر کیش عشق، اینجاست که فلسفه غزالی رد میکنه. ترس مویی نیست اندر کیش عشق، از یاد میره، جمله قربانن اندر پیش عشق، عشق وصفی ایزید است اما که خوف، وصف بند مبتلای فرج جوف، زاهد با ترس میتازد بپا. میگه اگر بسلام غزالی میگه که زاهدانه بسلام توجیه میکننه و میگه یقیننه که کسانی که زاهدانه خدا را میپرستن به جای میرسن، ولی کسانی که عاشقانه میپرستن قابل مقایسه. تشکر بسیار.